دوستای خوبم سلام، به کلاس درس خوش اومدید. توی جلسه قبل با متغیرهای ریاضی آشنا شدیم و دیدیم که متغیرهای ریاضی به طور تاریخی این اتفاق افتاده که بیشتر از حروف الفبای انگلیسی مثل A, B, C و یا X, Y و Z برای نمایششون استفاده میشه و همینطور باز به صورت تاریخی از حرف X خیلی بیشتر استفاده میشه بچه ها برای نشون دادن متغیر ریاضی. شاید اینکه x به صورت تاریخی یه جوری با ذهن ما عجین شده که یه مقدار مجهولیه، یه مقداری که میتونه تغییر بکنه، همونطور که متغیر ریاضی مقداریه که میتونه تغییر بکنه و به همین اسمش رو متغیر گذاشتیم که از تغییر میده. اما حالا استفاده از این حرف x گرچه خیلی متداول شده ولی یه مشکل کوچیکی هم ایجاد میکنه. اون مشکل همینه بچه‌ها. مثلا فرض بکنید ما داریم 2 ضرب در 3. همه میدونن این 2 ضرب در 3 یعنی چی و میدونن مقدارش چی میشه، میدونن این علامت ضربه و 2 ضرب در 3 میشه 6. ولی اگر داشته باشیم 2 ضرب در x، اون موقع چه اتفاقی میافته بچه؟ متاسفانه در این حالت یک مقداری سردرگمی ایجاد میشه و انسان ها میتونن به طرق مختلف این عبارت رو بخونن. یکی 2 ضرب در x رو میتونه بخونه 2xx، یکی دیگه 2 ضرب در x رو میتونه بخونه 2 ضرب در ضرب در. خلاصه همینجوری این سردرگمی که ایجاد میشه ما رو به این نتیجه میرسونه که آقا ما نباید وقتی که x رو داریم از علامت ضرب استفاده کنیم. خب چه کار بکنیم اگر از علامت ضرب استفاده نکنیم؟ چجوری عملیات ضرب رو نشون بدیم در این حاله؟ برای این سوال جوابهای مختلفی وجود داره. یه راه حلی که پیشنهاد شده اینه که ما وقتی که می‌خوایم 2 ضرب در x رو داشته باشیم، به جای اینکه علامت ضرب در بذاریم، علامت نقطه بذاریم. یعنی به این صورت نشون بدیم نقطه x. این نقطه همون بیانگر عملیات ضربه، ولی چون اگر ضرب می‌ذاشتیم با x اشتباه گرفته می‌شد، از نقطه استفاده می‌کنیم. بعضی یه راه حل دیگه پیشنهاد دادن، راه حل دومی پیشنهاد دادن و اون اینه که اصلا علامت نقطه هم نداریم. کاری که بکنیم اینه که خود x رو توی پرانتز قرار بدیم. بازم 2 پرانتز x معنیش 2 ضرب در xه، معنیش عملیات ضربه که بین 2 و x اتفاق میفته. ولی بعضی ها یه راه حل سوم و راحت تری رو انتخاب کردن که فکر کنم منم از اینجا به بعد چون راحتی رو خیلی دوست دارم این راه حل سوم رو انتخاب میکنم و اون اینه که نه از نقطه استفاده کنیم نه از پرانتز، بنویسیم 2x. و وقتی که من مینویسم 2x منظورم چیه؟ منظورم اینه که عملیات ضربی بین 2 و x اتفاق میفته و منظورم همون 2 ضرب در xه. منتها برای جلوگیری از سردرگمی که اینجا گفتیم مینویسیم 2x. خب خیلی هم راحت و قشنگ. اما خب شما میگید که انقدر راحت بود، چرا برای اعداد هم این کار نکردیم؟ چرا برای 2 ضرب در 3 ننوشتیم 2 3؟ همین که من نوشتم فکر کنم شما جواب سوالتون رو گرفتی، جواب سوالی که من پرسیدم در واقع سوال شما هم نبود. اگر ما علامت ضرب رو بین دو تا عدد نذاریم، ممکنه به جای اینکه یه نفر وقتی که ما میگیم 2 و 3، به جای اینکه فکر کنه عملیات ضرب داره اتفاق میفته، فکر کنه یه عدد دو رقمیه. کاملا هم حق داره بنده خدا، چون از کجا یه نفر بفهمه 2 3 شما منظورتون عدد 23 یا منظورتون 2 ضرب در 3؟ یه نفر از کجا باید بفهمه؟ خب راهی وجود نداره. به خاطر همینه وقتی ما با اعداد کار میکنیم و متغیر ریاضی در کار نیست، ما همیشه علامت ضرب رو میذاریم تا بین ضرب 2 عدد 1 رقمی و 1 عدد 2 رقمی تفاوت قائل بشه. خب پس این شد جواب ما برای حل مشکل ضرب و x. هیچ علامتی نذارید، یا علامت پرانتز بذارید یا علامت نقطه. خب حالا که این جواب و این راه حل رو ارائه دادیم، بیاید با هم دیگه چند تا مثال حل بکنیم که حسابی دستمون بیاد که آیا جا افتاده این مفهوم برامون. فرض بکنید که ما دادن 10 منهای 3y و از ما خواستن مقدار این عبارت ریاضی رو در به ازای حالتی که ایگرگ برابر 2 حساب بکنیم. وقتی که ایگرگ برابر 2، یعنی بچه من جای ایگرگ میتونم 2 بذارم و میدونیم 3 ایگرگ یعنی 3 ضرب در ایگرگ، پس من میتونم بنویسم 10 منهای 3 ضرب در 2.
چون میدونی مقدار ایگرگ 2 شده. و 3 ضرب در 2 6ه، پس این عبارت برابر میشه با 10 منهای 6 که برابر با 4. خب در واقع همینجا تمرین کنیم که وقتی که علامت ضرب وجود نداره ولی یه متغیر رو داریم، منظورمون علامت ضرب. یه بار دیگه این مفهوم رو تمرین کنیم با هم دیگه. فرض بکنید عبارت 7x منهای 4 رو دارید بچه، و به ما گفتم مقدار عبارت 7x منهای 4 در حالتی که x برابر با 3 رو به دست بیارید. میدونیم که 7x یعنی 7 ضرب در x، و میدونیم مقدار x برابر 3. پس این عبارت 7x منهای 4 در حالتی که x برابر با 3 میشه 7 ضرب در 3 منهای 4، که 7 ضرب در 3 میشه 21، و 21 منهای 4 برابر با 17. خب بچه ها، این بود از جلسه امروز ما و این بود از راه حل ما برای رفع مشکل ضرب با متغیر x. مرسی که تو این جلسه با من بودی. توی جلسات بعد میبینمتون. فعلا خدافظ.